سلام رفقا، چطورین؟ من سوبی زیرو هم. خیلی خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از بازی PS 2021. همه تون حتما یه بار با این منو برخورد داشتید. اول یه توضیح بدم که این منو اسمش از Edit Personal Data، یعنی دیتای شخصیتون که میتونین برای خودتون تنظیم کنید و همیشه اونو داشته باشین و برای خودتون نگه دارین و مثلا برای داداشتون یه دونه پرسونال دیتا درست کنین، برای پسر خالتون یه پرسونال دیتای دیگه درست کنین، برای دوستتون یه پرسونال دیتای دیگه درست کنین و وقتی مثلا خواستین با اونا بازی کنین برای اونا پرسونال دیتای خودشونو بذارین، برای خودتونم پرسونال دیتای خودتونو بذارین. تو این ویدیو میخوام با هم دیگه صفر تا صد این منو رو ببینیم و بررسی کنیم. حتما تا آخر ویدیو منو همراهی کنین، اصلا از دست ندین. ولی قبلش اگه کانال منو سابسکرایب نکردین، همین الان میتونین سابسکرایب کنین، اون زنگوله بغلش هم بزنین، ویدیو رو حتما لایک کنین، نظرتون رو بنویسید، کامنت بذارین برام. دمتونم گرمه، بریم سراغ ویدیو. رفقا اول از همه این که از بخش سلکت سایت که قبل از هر بازی برای انتخاب کردن دسته میاد، شما دکمه مربع تو PS4 یا X توی Xbox رو میزنید و وارد منوی Edit Personal Data میشید. اوکی، اولین مورد این منو Present Name که اسمیه که شما برای دیتا انتخاب میکنید که به صورت دیفالت بازی یوزر 1 تا 32 اگه اشتباه نکنم هستش. شما میدونید هر اسمی که دلتون بخواد و روش کلیت کنید و اسمو تایپ کنین و هر اسمی دلتون میخواد و براش بذارید. مورد دوم کاماند کانفیگوریشنه که وقتی روش کلیت کنین یه منوی باز میشه که از 4 بخش تشکیل شده. بخش اول مربوط به دکمه که شما باهاش حرکت میکنید که هم میتونید از جهت استفاده کنید، جهتهای دست استفاده کنید، هم از آنالوگ سمت چپ. سه مورد بعدی که میتونید هر کدومش رو دلتون خواست انتخاب کنید، سه تا مورد پیشوست برای دکمه های دست است که حالت استاندارد، حالتیه که هممون اکثرا بازی میکنیم، حالت اولیه پیسه که مثلا ما مربع شوت میزنیم با دایره سانت میکشیم و و و و و. مورد دوم آلترنیتیوه که در اصل حالت اصلی دسته برای بازی فیفا هستش، یا مثلا به عنوان اگه اشتباه نکنم با دایره شوت میزنه و دکمه دیگه‌اش هم فرق میکنن و که شما میتونید توی عکس ببینید. و مورد آخر کاستومه که شما میتونید هر جوری که دلتون میخواد دکمه دسته رو بچینید، مثلا یکی دلش میخواد با زبدر پاس عمقی بده، با مثلث پاس بده و برای این کار زبدر و مثلث رو جابجا میکنه. خب میرسیم به مورد سوم، کرسر چینج در اصل مربوط میشه به عوض کردن بازیکن توی بازی. کرسر در اصل همون نشانه‌ای که روی بازیکن توی بازی هستش. این مورد داره 4 مدله: آن اسیستد، سمی اسیست، اسیستد و فیکست. که تو حالت آن اسیستد بازی تو عوض کردن بازیکن به هیچ وجه دخالتی نمی‌کنه و باید همیشه به صورت دستی بازیکن رو عوض کنید. حتی وقتی که مثلا داریم به بازیکنی پاس میدید، پاس میرسه به بازیکن، باز شما باید با L1 یا آنالوگ سمت راست بازیکن رو عوض کنید، برید رو اون بازیکن. در غیر این صورت مثلا اون بازیکنی که پاس بهش رسیده به صورت CPU یا همون هوش مصنوعی بازی میکنه. مدل دوم سمی اسیست، همون مدلیه که اکثرمون تو بازی ازش استفاده میکنیم، به این صورت که موقع حمله وقتی پاس میدیم به بازیکن، بازی یا هوش مصنوعی خودش اتوماتیک بازیکن رو سویچ میکنه، ولی موقع دفاع اینطور نیست. دست سمی اسیست به این صورته که وقتی توپ بیفته دست بازیکن خودمون اتومات روش سویچ میشه، ولی وقتی توپ دست بازیکن حریفه باید خودمون این کارو کنیم و تو دفاع هم چون توپ دست بازیکن حریفه باید خودمون به صورت دستی بازیکن رو عوض کنیم. تو حالت اسیستد به این صورتی که هوش مصنوعی چه توپ دست ما باشه چه توپ دست بازیکن حریف باشه کار سویچ رو انجام میده. تو حمله که مثل سمی اسیستد رفتار میکنه انجامش میده، ولی توی دفاع به این صورتی که بازیکنی که به توپ نزدیک تره هوش مصنوعی رو اون بازیکن سویچ میکنه. و میرسیم به مدل آخر، یعنی فیکست.
به این صورتی که وقتی انتخابش میکنین و از منوی تنظیمات دست خارج میشی، ازتون میخواد که یکی از بازیکناتون انتخاب کنی. وقتی یه بازیکن انتخاب میکنی، شما تو طول بازی فقط همون یه دونه بازیکن رو میتونی کنترل کنی، دقیقا مثل حالتی که توی بیکام لجند وجود داره. خب میرسیم به مورد بعدی به نام Next Player Indicator. اگه تو بازی دقت کرده باشید، تو بازی روی یه دونه از بازیکناتون وقتی تو دست خودتون نیست، یک کرسر یا نشانه بیرنگ و توخالی قرار داره که نشون میده که بازیکن ثانویت و بازیکن دومیتون کیه. به این صورت که اگه تو زمین بخوان بازیکن رو چینج کنین با L1 یا آنالوگ راست، نشانه روی بازیکنی میفته که نشانه بیرنگ روش قرار داره. قابلیت Next Player Indicator رو هم میتونین آنش کنین، هم میتونین آفش کنین، یعنی هم میتونین داشته باشیدش، هم میتونین نداشته باشید، یعنی نشون داده نمیشه اون نشانه. مورد بعدی که بهش میرسیم کرسر تایپه. در اصل مدلیه که کرسر یا نشانه روی بازیکنتون اونجوری نمایش داده میشه که به صورتهای Player Name یعنی اسم بازیکن، Present Name یعنی دقیقا همون اسمی که شما توی این منو انتخاب میکنید که مورد اول بهش اشاره کردیم، کنترل نامبر شماره کنترلرتون دسته یک باشه یا دسته دو باشه، یوزرنیم یوزر آنلاینتون، حالا هر اسمی که برای آنلاینتون انتخاب کرده باشی، و گزینه آف یا خاموش، یعنی اینکه هیچی روی کرسر یا نشانه نمایش داده نمیشه، هیچ نوشته‌ای وجود نداره. و بالاخره میرسیم به یکی از مهمترین بخشای این منو، یعنی پس ساپورت لول، لول ساپورت پاس که 3 تا لول داره به همراه گزینه آف که لول 1 به این صورتی که وقتی پاس میدین یه مقدار تو قدرت و جهت پاس هوش مصنوعی کمکتون میکنه ولی مقصد پاس رو تغییر نمیده. مثلا اگه به یه سمت خیلی پرتی با بازیکنتون پاس بدید، پاس همون سمتی میره، هیچ تغییری نمیکنه. مثلا اگه کنار زمین باشی، اوت و هدف بگیرین، توپ مستقیم میره تو اوت. ولی اگه مثلا بازیکن رو هدف میگیرین ولی یه مقداری اینور اونورتر بازیکن جهت میگیرین، یعنی مستقیم به سمت اون بازیکن هدف نمیگیرین، هوش مصنوعی بهتون کمک میکنه و پاس رو میرسونه به بازیکنتون. در کل لول 1 یه ساپورت کم از سمت هوش مصنوعی به دنبال داره. لول 2 تقریبا شبیه همون لول 1ه، با این تفاوت که یه مقداری روی مقصدم تأثیر داره، ولی با این حال باز اگه شما یه پاس خیلی پردی بدید، همون مثالی که برای لول 1 هم زدن، اگه کنار زمین باشین و سمت اوت هدف بگیرید، پاس مسیرش تغییر نمی‌کنه. ولی لول 3 کاملا متفاوته، به این صورت که هوش مصنوعی بیشتر از شما مقصد رو تعیین می‌کنه، نه اینکه شما دخالتی نداشته باشید، نه، ولی هوش مصنوعی از شما بیشتر دخالت داره. مثلا اگه شما کنار زمین باشین و اوت هدف بگیرین، حتی با قدرت کم یا زیاد هیچ فرقی هم نداره، هوش مصنوعی یه بازیکنتون رو پیدا میکنه و به اون پاس میده، نه اینکه بندازه توپ تو اوت. و مدل آخر این بخش مدل آفه، یعنی خاموش، که تو این مدل بازی هوش مصنوعی هیچ دخالتی تو قدرت و جهت و مقصد پاس نداره و پاستون به گونه ایه که انگار الو گرفتی، یعنی مثلا شما اوت هدف بگیرین توپ میره تو اوت، چپ هدف بگیرین توپ میره سمت چپ، قدرتش کم باشه با همون قدرت کم میره، زیاد باشه با قدرت زیاد میشه، هیچ فرقی نداره. رفقا من بحث این مورد یعنی پاس ساپورت لول رو با این جمله تمام میکنم که اون لولی که باهاش راحت تر میتونین بازی کنید و انتخاب کنید. من بهتون پیشنهاد میکنم که همه لول ها رو یه بار امتحان کنید، ببینید کدوم با مدل بازیتون با سبک بازیتون سازگارتره، اون رو انتخاب کنید. میرسیم به مورد بعدی، یعنی ترو بال تایپ، مربوط میشه به حالت پاس عمقی که داره حالتهای بیسیک و ادوانس. بیسیک همون حالت پاس عمقی عادیه که همیشه استفاده میکنیم و توضیح خاصی نداره، ولی تو حالت ادوانس یه دایره راهنما تو بازه زمانی که شوت رو میزنید و زمانی که بازیکن پاش به توپ میخوره رو زمین نمایان میشه که تو این بازه شما میتونید اون دایره رو جابجا کنی و پاس به سمت اون دایره داده میشه. مورد بعدی اسمش شات تایپه، یعنی حالتی که شوت میزنید، که اینم مثل قضیه همون تروبال تایپ دو حالت بیسیک و ادوانس داره به علاوه یه حالت منوال، که حالت بیسیک و ادوانسش دقیقا شبیه تروبال تایپه
حالت بیسیکش که همون شده عادیه، بدون اینکه هیچی تو صفحه ظاهر بشه. ولی تو حالت ادوانس یه دایره تو بازی زمانی شوت زدن و خوردن پای بازیکن به توپ رو دروازه ظاهر میشه که میتونی جابجا کنید و شوت به اون سمت میره. و بالاخره میرسیم به حالت منوال این بخش، همونجوری که از اسمش معلومه حالت کاملا دستیه. جهت، قدرت، سرعت، دقت شوت، اینا همش به خودتون بستگی داره. یعنی شما میتونید جهت بگیرید سمت دروازه، ولی مثلا ممکنه یهو جهت بگیرید توپ بره تو آسمون. گزینه بعدی یا بخش بعدی میرسیم به دایرکشنال گاید، که اگه دقت کرده باشین موقعی که از منوال پاس و منوال شات استفاده میکنین، یعنی وقتی که موقع پاس رو شوت از L2 استفاده میکنین، یه فلش رو به روی پای بازیکن ظاهر میشه که جهت رو تعیین میکنه. این بخش دایرکشنال گاید داره دو حالت آن و آفه. اگه آن باشه این فلش نشون داده میشه، اگه آف باشه این فلش نشون داده نمیشه. بخش بعدی که بهش میرسیم اسمش از تارگت گاید. اگه عوض کردن بازیکن یا همون کرسر چینج رو با آرسه یا آنالوگ سمت راست انجام بدین، حتما یه خطایی رو میبینین که از بازیکنی که نشان روش قرار داره به سمت بازیکنی که میخوام سویچ کنیم کشیده میشه. این خطا به این صورته که از بازیکن داره نشانه به سمت هر کدوم از بازیکناتون کشیده میشه که میخواید نشانه بیفته رو اون بازیکن. این مورد هم داره دو حالت آن و آفه که به ترتیب منجر به نمایش و عدم نمایش این خطا میشه. بخش بعدی یا مورد بعدی که بهش میرسیم پوزیشنینگ گاید. خیلی این مورد کاربردی نداره، فقط تو جاهایی که شما یه بازیکن رو فقط میتونین کنترل کنید، مثل بیکام لجند یا حالت فیکس توی کرسر چینج که دربارش صحبت کردیم کاربرد داره. به این صورت که یه فلش اطراف بازیکن قرار میگیره و نشون میده که برای قرار گرفتن بازیکن تو پست خودش کدوم سمت باید بره. این مورد هم مثل دو مورد قبلیه از دو حالت آن و آف تشکیل شده. خب میرسیم به بخش بعدی که بخشی نیست بجز اوتو فینت، که خیلی بخش مهمیه و مربوط میشه به دریبل زدن. معنی اوتو فینت میشه دریبل اتوماتیک. این بخش هم داره دو حالت آن و آفه که تو نحوه دریبل تاثیر داره. مثلا اگه اوتو فینت آن باشه، دریبلای زیدانی و رونالدو چاپ مثل هم انجام میشن، بازیکن ها بسته به استایلی که دارن و بسته به اسکیلی که دارن انجامش میدن. مثلا تو این مثال که الان شما دارین میبینین، توماس مولر دریبل زیدانی میزنه با این حرکت، ولی سرجی گنبری با همون حرکت دریبل رونالدو چابو میزنه و دریبل زیدانی نمیزنه. ولی اگه اوتو فینت رو حالت آف باشه، برای هر دریبلی یه حرکت منحصر به فرد وجود داره. مثلا رو حالت آف سرجی گنبری هم میتونه دریبل زیدانی بزنه، هم میتونه رونالدو چاب بزنه. اینجوری نیست که بازی تعیین کنه هر بازیکن کدوم حرکت رو بزنه. مورد بعدی که بهش میرسیم اوتو اسلایدینگه، که همونطور که از اسمش معلومه و معنیش میشه تکل اوتوماتیک، حالت تکل رو تعیین میکنه که شامل حالت سمی اوتو، اسیستد و آفه. که سمی اوتو تو موقعیت‌های مناسبی که ریسکش پایینه و ریسک خطا و پنالتی وجود نداره، مثل میانه زمین، وقتی به صورت مناسب به بازیکن حریف نزدیک بشید، هوش مصنوعی به صورت اوتوماتیک یه تکل خوشگل براتون میزنه. تو حالت اسیستد هوش مصنوعی تو موقعیت ریسکی و خطرناک مثل محوطه جریمه هم تکل میزنه و حتی ممکنه بعضی وقتا باعث خطا یا پنالتی هم بشه. ولی تو 70-80 درصد مواقع تکلش صحیحه و تکل سالم میزنه. و ولی به هر حال ریسک داره دیگه. حالت آف هم که کلن هوش مصنوعی هیچ دخالتی تو تکل نداره و همیشه باید خودتون به صورت دستی تکلو بزنید. و بالاخره میرسیم به مورد آخر، یعنی تیمیت کنترل، که این مورد هم مورد مهمیه که به این معنیه که شما میتونید یکی از همتیمیاتون هم کنترل کنید، که داره دو حالت اسیستد و منواله. در هر دو حالت برای سویچ و کنترل یکی از همتیمیاتون باید الیک رو نگه دارید و آنالوگ سمت راست یا آرسه رو به سمت بازیکن مورد نظر جهت بدید. تو حالت اسیستد وقتی سویچ رو انجام میدید، همتیمی هدف به صورت مستقیم و رو به جلو به سمت دروازه حریف یه استارت سریع میزنه. تو حالت منوال
خیلی کار سخت داره. به این صورته که وقتی هم تیمیتون رو سویچ میکنید، شما الان دوتا بازیکن دارید که میتونید حرکت بدین و کنترل کنید. بازیکن صاحب تو و هم تیمی مورد نظری که سویچ روش انجام دادید. تو این حالت شما با دکمه L3 یا آنالوگ سمت چپ یا جهت وابستگی به نوع بازی خودتون بازیکن صاحب توپ رو جابجا میکنید، با R3 یا آنالوگ سمت راست هم تیمی سویچ شده رو جابجا میکنید. اوکی رفقا، دمتون گرم، این ویدیو هم تموم شد. دمتون گرم که تا آخرین ویدیو هم منو همراهی کردید. امیدوارم این ویدیو به دردتون بخوره، حتما به دردتون میخوره. به هر حال مرسی که تا آخرین ویدیو منو همراهی کردید. همین الان کانال منو سابسکرایب نکردین، برین سابسکرایب کنید. ویدیو رو هم حتما لایک کنید، نظرتون رو واسم بنویسید تو کامنت. و اینکه دو تا ویدیو آموزشی دیگه هم گذاشتم از PS، اگه ندیدینشون بعد از این ویدیو برین حتما نگاهشون کنین. مرسی مرسی مرسی، دمتون گرم.